شب چهارشنبه سوری آی بوته بوته بوته، مرگ ملا پیزوری آی بوته بوته بوته. دوستان سلام، شب چهارشنبه سوری نزدیکه و حوز ما بدجوری آمپر چسبونده، تهدید و خط و نشون کشیدن به جایی نرسید، حالا رو آورده به جاسوس پروری. هر کی سر و کلش تو تیوی ریش پیدا میشه شروع میکنه به عجز و لابه و التماس برای جاسوسی. در آستانه چهارشنبه آخر سال، رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور در گفتگو با شبکه خبر از والدین خواست خطر استفاده از وسایل محترقه رو به فرزندانشون یادآور بشن. به نظر میاد که پیشگیری کردن بهتر از ایجاد حادثه است. ما درخواستی که داریم خانواده‌ها واقعا همراه فرزندانشون باشن توی بحث چهارشنبه آخر سال، مراقبت دوستانه داشته باشن، نه مراقبت در واقع خصمانه که منجر به پنهانکاری جوانان ما و فرزندان ما در بحث خرید در واقع وسایل محترقه غیر استاندارد هست. میبینی داره تو روز روشن تبلیغ جاسوس بازی میکنه، دیده هیچ رقمه حریف جوانا نمیشه، واسه همین دست به دامن خانواده ها شده. یکی نیست بگه آخه قلیدون، شب چهارشنبه سوری شب خانواده های ضد ولایت فقیه، یعنی همه خانوادگی با هم میان سر وقتت. پس خانواده ها رو بیخیال شو که بد میبینی. سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران گفت مدیران مدارس و دانش آموزان در صورت مشاهده مراکز فروش مواد محترقه در اطراف مدرسه سریعاً آن را به آموزش و پرورش منطقه گزارش دهند تا با هماهنگی نیروی انتظامی اقدامات لازم انجام شود. بفرما، از خانواده ها ناامید شد رفت سراغ جاسوس پروری تو مدارس؟ این همه بسیجی و ساندیسخور و لباس شخصی و نیروی انتظامی درست کردید، بعد حالا از دانش آموزا میخوای که بیان گزارش بدن؟ اینطور که پیداست آتیش چهارشنبه سوری خیلی آتیشه، یعنی عظما بد جوری به هول و بلا افتاده. در آستانه سه شنبه پایانی سال رفته رفته شاید باید منتظر این چنین بی احتیاطی هایی باشیم. تقاضا می کنم از شهروندان گرامی، هر جایی که خصوصا در داخل ساختمان های مسکونی اگر موردی از انبارداری جابجا کردن و نگهداری این گونه مواد پرخطر که برای ساخت ترقه و مواد منفجره استفاده میشه اطلاع دارن، خواهش می کنم که اصلا ریسک نکنن و حتما مراتب رو به مراکز انتظامی و مراجع نظامی و انتظامی اطلاع بدن. با فش فشه اطلاع میدن. آره منتظر باش که اطلاع بدن. ببین قرار بچه محلای ما زنگ بزنن نیروی انتظامی بگن بیاین فلان کوچه ما انبار محترقی پیدا کردیم، بعد که مامورا پاشونو میذارن اونجا یهو ترق و ترق و ترق، یعنی رفقای ما میبندنشون به ترقه. از ما گفتن بود، حالا خود دانید امتحانش مجانیه. حالا که تا اینجا اومدیم یه نگاهی هم به خبرگزاری نیروی قدس بندازیم. رئیس گروه پیشگیری از سوانح و حوادث مرکز مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت ضمن بیان آمار 2700 نفری که در چهارشنبه سوری سال 92 سوختند، توصیه‌هایی برای پیشگیری از حوادث چهارشنبه سوری تشریح کرد. بله، اینم از عجایب روزگاره که آخوندهایی که روزانه ده تا تو ایران جوونا رو میفرستن بالای دار، حالا به ناگهان نگران سلامتی ملت تو شب چهارشنبه سوری شدن. مردم ایران این بازی ها رو کنه کردن. درد این آخوندها یه چیزی بیشتر نیست، اونم دود دادن سیبیل عظماست. ترسش از همون شعار جووناست که میگن توپ تانک فش فشه، خامنه باید کشته شه. همه با هم بگین. رقصای داغ و شفاف
شکار.